نزدیک به 40 سال تلاش کردم تا به عشق قدیمیم یعنی رویا برسم. امروز روز عروسیمه. یه دل میگه برم برم، یه دلم میگه نرم نرم، طاقت نداره دلم دلم، بی تو چه کنم؟ پیش عشق زیبا زیبا خیلی کوچیکه دنیا دنیا، با یاد تو هم هر جا هر جا ترکت کنم. سلطان قلبم تو هستی، تو هستی دروازه های دلم را شکست، چی مرتبه؟ همه چیز مرتبه، نگران نباش، عجله هم نکن، تا غروب خیلی وقت داره. مجزم با چجوری نگران نباشم؟ بیچاره رویا از صبح 20 بار زنگ زده من خواب بودم، من دارم میرم آرشگاه دنبالش. از حاج آقا تحقیقی چه خبر؟ من تا 10 دقیقه دیگه میرم دنبال حاج آقا تحقیقی. خیلی خوب، جون تو و جون حاج آقا. حتما، نگران نباش، مراقبش باش، عجله هم نکن. باشه باشه اومد. بای بای. خدا حافظ. اینم رویای من. جواب مثبت رویا و اینکه بالاخره قید زندگی تو آمریکا رو زد بزرگترین اتفاق زندگیمه. قشنگه ارجم، چقدر دلم براش تنگ شده بود. مرسی قبول کردی عروسیمون شمال باشه. خواهش میکنم، حالا بالا قشنگ ترم. آخرین بارم با تو این جاده بود سال 89 67 سالا رو میلادی میگی. حالی اومدی ایران جاده چالوسیم، بل کن بگه. حالا واقعا از سال 67 دیگه نیومدی شما؟ من اصلا کجا رفتم ارجا؟ همه خوشی اون سالای من با تو بود.
باورت میشه 28 سال گذشت، این برق گذشت. برای تو مثل برق گذشت، برای من نه. چطور؟ برای من سخت. نمی خوبم به فریادم برد افتادم از این اینجا بودم. آقا جدی میگم رجای نمیدونم چرا هر وقت میخوام برام سر سفره عقد دلخوره دارم. خودمم نمیدونم ارجن. اون از اولین بار تو آمریکا قبل از عقد سرم زدم، بعدیشم به هم آرام بخش زدن، سومیشم سرم گیر نه دیگه، همون دومی. اگه چند بار بوده؟ حالا هرچی خودم، نه تو ایران این همه آدم دور و برت باشه، تو غربت. خب حالا از این حرفا نمیشه نزنی. بس چی؟ یعنی چی؟ همه جا میشینی میگی که هر وقت میشینم پای سفره عقد. دیروزم تو دفتر جلو همه گفتی اصلا من خجالت کشیدم. حتما همه باید بدونن چند بار ازدواج کردی. حالا چند باری هم نبود ارجنگ جان. بعدم به کسی چه ربطی داره؟ شاید بعضی دلش بخواد شش بررسی کنه. شش بار. ان شاء الله این آخری شد. ایوا، این چه حرفی ارجنگ؟ چیه نیست؟ معلومه که هست. برای خودمون نگفتم، اینو مثال زدم ارجنگ جان. میدونم عزیزم، میدونم به خود مخشوشی فکر. ایوا ارجنگ، این آهنگه. یادته. آخ عجب، آخر هفته تولدمه، میخوام همه دوستو همه رفیقو از قدیم دارم جا بفتم این علامت بگم می بدم. با من تولد تو دادم یه با تاله دادم رفته. با جایی که یادم میاد از زمانی که با رویا آشنا شدم حتی یه بارم نشده روز تولدشو یادم بده. برای من روز تولد رویا از هر عیدی عزیزتره. تا زمانی که پولی نداشتم براش کادو بگیرم نمیذاشتم یه لحظه به این فکر کنه که روز تولدش رو یادم رفته. بزرگ رنگی که باهاش رویا رو دور ایران بچرخونم تا شاید قید سفر به آمریکا رو بزنم. شهاب تنها رفیق من تو اون سالها بود. با اینکه اخلاقمون هیچ جوری با هم جور در نمی اومد اما بعضی وقتا باهاش خوش میگذشت. راستش اصلا دلم نمیخواست به رویا نزدیک بشه. همه اون چیزایی که رویا تو اون سالا میخواست شهاب داشت و من نداشتم. متولد آمریکا بود، ورزش میکرد و به خودش میرسید، از یه خانواده اصیل میومد و شجرنامه داشتن، عاشق الویس پرسلی بود و چند تا ساز میزد و برای همه دلبری میکرد. این چند تا چیز شده بود بلای جون من. خودش، پاسپورت آمریکاییش، شجره نامه، ساز. آفرین. خب، اینم تقدیم به رویای عزیز. خدا حفظت کنه شهاب جان. فرناز، ببین از هر انگشتش هنر می‌ریزه. باشه. اون دفعه بهتر زد. ولی من با این آهنگ خیلی حال می‌کنم. آن نه. خب من نمی‌فهمم وقتی تو با این آهنگ این حالی، چجوری با اون نامهربونی آفت جونی اون حالی؟ خوبه که. فتانه؟ شما گرسنه‌تون نیست؟ چرا؟ میخوام برم استانبولی بذارم. آره. نه 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 نه. شب فقط سالات. یعنی چی شب کاهو بخورین؟ راست میگه دیگه آژان، سبک بخوریم سبک بخوابیم. تو خودت میگی من برم استانبولی درست کنم. الان تا اون میگه. چه رفتی داره آژان؟ خب ببخشید. میخوای برم برگر زغالی برات یه همبرگر بگیرم؟ شما همبرگر میخورید؟ دلبازی در نیار دیگه آژان. خب همون سالاتو میخوریم.
بابا کلکل نکنید دیگه، بریم بیرون یه قدمی بزنیم، یه راهی بریم، یه حالی بکنیم. باشیم بریم. بریم آقا. فقط باید لباسو عوض کنی ها، من با تو اینجوری بیرون نمیام. این خارجی نوشته کمیته گیر میده بهمون میگیره. میگیرن. خدا میگیرن. آره. رویا جون این نمیفهمه. من نمیفهمم. آره؟ وقتی یه نفر پاسپورت خارجی داره، دولت و ارتش اون کشور مثل کوه پشتشه. میدونی اگه منو بگیرن به ایران حمله نظامی میشه؟ با میخندی؟ با تو رو برای چی بخواد؟ به خاطر این چرا حمله نظامی کنن به ایران؟ ما چه میدونیم آشان؟ ما که از قانون اینترنشنال خبر نداریم. خانشم پشتی اینو نکن دیگه، یه چیزی بگین با عقل جور در بیاد. اینو بیان ببرن امریکا چیکارش میخوان بکنن؟ یه حرفی میزن اینا، اصلا آقا حمله کنن اینجا میگیریم مثل اون تبس خارشونو. بذار حرفمو بزنم آخه، خارشونو خفیفشون میکنیم، بیچارهشون میکنیم. اومدن اون دفعه دیدی چه بلای سرشون اومد؟ خیلی خوب، حالا بالاخره بریم بیرون یا نریم بیرون؟ بریم. من یه سیگار بکشم. بریم. بشین بابا. چرا تو اون میگه بلنشین بریم بلن میشی میری؟ هرچی اون میگه درسته، هرچی من میگم غلطه. تام میگه بریم بیرون همه مغازه ها بازه، بریم بگردیم حال کنیم، من میگم بریم بیرون همه مغازه ها میبندن. تام میگه کاهو بخوریم خوبه، من میگم کاهو بخوریم میشیم باز گوسفند. اون خونش هم من رنگین تره. با من لج کردین چند وقته؟ با من لج کردین چند وقته؟ اصلا اینجا نمیریم، میمونیم خونه، از جایی برامون بخونه. باشه بخون. من حال ندارم، من میخوام برم خونه. بخون آقا جون، بخون. بخون دیگه آرژان. بخون دیگه. باز دارم به خدا نمیتونم بخونم. بیا. هم؟ اتما بیا. چه؟ بیا به خدا. به خدا. قول دادی. باشه من یه دونه آهنگ میخوام. گفتم میخونه. گفتی به خدا. اون امو اون امو بچگی تو خونه زندگی هم رفت و آمد داشتیم، ولی سخت بود بدون بهونه به رویا سر بزنم. سلام علیکم. نوشابه براتون آوردم. زرد خنک که جیگراتون خنک بشه. بخشید. کجا بذارم؟ رویا. سلام علیکم. بازم ما بخش باعث درد بزن. میست که توپی من افتاده تو خونه شما برده. رویا. سلام، میشه از دستشویتون استفاده کرد؟ رویا دستشوی بود؟ نه رویم به کار میدونست. این دستگاه انقلابی تو رابطه من و رویا به وجود آورد. پدر رویا اولین کسی بود که تو اون شهرک ویدیو خرید. به درخواست همسایه‌ها قرار شد من به همه اون 500 واحد کابل ویدیو بدم و این برای من یعنی یک سال کار شبانه روزی تو خونه رویا. گاهی فکر میکنم تأثیری که من تو اون سالها روی مردم گذاشتم کمتر از تأثیر زرقامی تو دو دهه قبل نبود. لباس گرم برداشتی بابا؟ خیلی خب برو زود بیا. یا خداحافظ.
اوج شیطونی ما تو اون سالها زمانایی بود که بابام میرفت سفر. من نمیدونم بقیه تو این موقعیت چی کار میکنن، ولی ما فقط فیلم میدیدیم. فیلم چی آقا؟ گریس. وای گریس برد. چرا عد زدیم ما فیلم ببینیم؟ ارجنگ چی؟ این فیلم من روانی میکنم. آی گفتین این منم روانی کرده، خاموشش کنیم خیلی بده ها؟ نه من دوست دارم این فیلمو، من دوستش دارم. پنج بار دیدین؟ عجنگ اینو یه ذره بزن عقب، من این عقب تره رو ببینم. ای به عجنگ نخورد، داشت دستت به من میخورد. نخورد دیگه، مراقبم دیگه، داشت میخورد. میگم به جون بابا نخورد، قرار دستمو میذارم میبر. ایه شد عجنگ تو نه سربازی رفتی، از اینجا هم تکون نمیخوری. خب من اینجا دارم حیف میشم. چی میگی تو انقدر؟ بابا اصلا به این چیزا فکر نکن دیگه. میگم رویا، هر کس به نظر من باید تو کشور خودش زندگی کنه. تموم شد رفت دیگه، ولش کن. خوشمال شهاب، هر جا اراده کنه میره. شهاب عجنگ، اگه ما الان اونور بودیم تو مثلا چی کاره میشدی؟ چی دوست دارم؟ من دوست دارم اونور فیلم کرایه میدن؟ نه یه چیز دیگه. خب گارسونیرم دوست دارم، نایب داره اونجا. عجنگ یه کار جهانی. خب جهانیشم، خب سفارت ایران دوست دارم توی اونجا. من اونجا کارگری هم باشه میکنم. چی میگی عجنگ؟ ایران که سفارت نداره اونجا، چرا اینجوری میکنی عجنگ؟ خب نمیدونم، تو بگو اول. من اگه اونجا بودم به این پربال میدادن، به چشمشون میومدم، مثلا جوشامو مثلا انجام میشد، حل میشد به راحتی. دختر شایسته میشدن نه؟ ببخش. یعنی ملک زیبایی نرو میشه؟ ببین منم. آره خوبه، نه جدی میشه. این نه میشه. چیه چته؟ چرا چرا به سرلباس خودت نمیرسی عجنگ؟ چرا به سرلباست نمیرسی؟ به خود نمیرسی؟ بابا تو تا یه فیلم میبینی چرا انقدر گیر میدی به سرلباس من؟ خیلی هم خوبه لباسم. نه خیلی، میریم کویتیا یه لباس میگیریم به سلیقه من. نه من کاپشن هفته پیش گرفتم، کاپشن یشمیه 70 تومن دادم، از بازار صفویه گرفتم. کی داره اونو؟ اصلا تو ورزش میکنی؟ نه. از فردا میریم پارک ملت با واکمنمون. او باشه چون تو میگی میری، قبول. اصلا اونجا نگاه کن. حالا ما چیمون از دنیو سندی کمتر؟ آره رویا میخواست به هر قیمتی شده منو شبیه آرتیستای خارجی کنه. من راحت میتونم، چاره ای نبود، باید میشونم. Thank you.
موسیقی آخه رویا جون نمیشه که شما نگران نباشید ارجنگ که همه چیو کرد بریم بریم آقا بریم بشنین من یه تکونی بخورم یه هلاب اینو بر نداریم مال من ساده هلاب بلد نیست تو این آهنگه حال نمیده تو رفتی به موسیقی داره بلد نیستی بابا بلد نیستی نه بابا نه واسه این آهنگ ایرونی میخوا یکی نفس بده عشان آرومی نه خوبه عشان میگم ورزش کن دیگه اینجوری به هم میریزی تم میارم ورزش خالی که نمیشه باید خودمون رو تقویت کنیم یه چیزی بخوریم یه مجون یه کوفتی حال بیاییم بدنمون بور داشته باشه اینو خاموش کن بابا اینا جوانو پیدا خاموش کن گلابی خاموش میدونی این هنگه دیگه بچه همینجاست معجون تنها راه حل من برای شروع ورزش سنگین بود. اما یه چند سال فروش معجون ممنوع شد هنوزم دلیلشو نمیدونم سلام علیکم سلام علیکم سلام چی میخوای؟ دو تا مخصوص لطفا مخصوص تنها جایی هم که قاچاقی معجون میفروخ همینجا بود معجون میخوای؟ معجون واسه کی میخوای؟ برای خودمون دیگه برای خودمون میخوای چیکار؟ مصرف شخصیه بخوریم برید کوچه بغلی براتون میاد. خیلی خوشمزه‌ام. آره ولی دیگه فکر کنم نان نتونیم بخوریم. اینم هشتمیش. مو بابا سراغ من نیاد برای من مسئولیت داره. آقایی کردی آقا دست درد نکن. نوعه. من اینجایی ده بزن. این خیلی مقویه. این پسته توش هست، گردو هست، خرما هست، عسل هست، شیر هست، خیلی جالبه. بعد جالبه جینم اینا جدا جدا ممنونست با هم که قاطی میکنی ممنون میشه چرا؟ آره چرا بابا؟ نمیدونم چیز تصوره ببین من فکر کنم کلم گنده شده تو اینجوری نشده از اینه فکر کنم چرا؟ Thank you.
شهاب. سلام شهاب جان. تو یه جوری نشدی؟ یه جوری؟ من نمیدونم چرا یه جوری هم فکر میکنم سرم باز از زوری هی بزرگتر شده، هی چیزی فکر میکنم چسبیده اینجا مثل حشره داره شیره جونم رو میمه که من باید یه جوری تخلیه بشم. میشه بریم اتاقت ورزش کنی؟ بابا همه خوابه این وقت شب. نه یه جوری رد میشیم از کنار اتاقشون. نه فهمم، خواهش میکنم بریم خوابت. حالا پشت 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 چیزی رو آدم خوابیده ها. باشه باشه نمیفهمی؟ تو نمیه؟ نه من مجبور میخورم دان میشه. من برک من هایی میکنم تا میخورم هایی میکنم. یک دو سه چهار. باسم عوض کنم. دخترم سس خرسی هم آورد. خودش درد نکنه. خود باشمونه. چه شبت فرمید رویا خانم. منم آره تو بفرما رویا خانم. دیدی تا قرار شد پول بده جیم شد رفت. چی میگی ارژنگ؟ رفیقیم دیگه. خب راست میگه ارژنگ، رفیقیم دیگه. رویا تو چرا اینقدر پشتی اینو میکنی؟ پشتیشو نمیکنه. آره میکنه دیگه. یعنی چی فکر کرده خیلی زرنگیه تا حرف پول میشه میذاره میره؟ جیبه تو اون نداره، حالا یه با تو پول بده چی میشه؟ بابا اصلا بحث پول نیست. پس بحث چیه؟ من اصلا با تو حرف میزنم یه زر میزنی؟ چرا اینجوری میکنی؟ مرد باید غیرت داشته باشه. الان با دوباره میاد میگه ارژنگ دوباره تو حساب کردی قربونت برم؟ نمیگه. هر دفعه داره میگه ارژنگ باز که تو حساب کردی که. بابا چی به من تو نداره بابا. بفهم بفهم بدبختی شما. خدا حفظت کنه، دمت گرم. تو خیلی خوبی. من فهمم. آره من اصلا موندم تو واسه چی موندی اینجا؟ تو بری اونور سوت ستاره ای از اون جاز آر کردین میری؟ معلوم که میرم، من اینجا بمون نیستم، فقط دلم برای همتون تنگ میشه. برای ارژنگ کاش شما میومدین. آخ من همش به این ارژنگ میگم. خوبی بریم میگه واسه دوتا دختر دیدی زبون ریختی. آقا من اصلا دوست ندارم برم خارج، بدم میاد. این اگه بخواد برم نمیتونه بره، نه پاسپورت داره نه سربازی رفته نه معافی. کجا میخوای بری؟ میتونه کفیل باباش بشه، باباش از کار افتاده است. بابا که بیچاره 50 سالشه، کجا از کار افتاده. من اصلا حرفم یه چیز دیگه است. میگم اگه گرین کارت منو با مرکب طلام بنویسن دو دستی بیارن در خونه بدن، من دوست ندارم برم خارج، دوست ندارم. بشین برات بیارم. شما اصلا به این چیزا فکر نکن رویا جان. تو به این چی کار داری؟ تو به من چی کار داری؟ من به تو کار دارم، تو به من چی کار داری؟ تو به اینا چی کار داری؟ تو چی کار داری؟ اصلا نکنین دیگه بابا سر قضا. حالا چرا این کارا رو میکنی شب عیدی؟ چهارشنبه سوری کجاییم؟ من میگم بریم محله ما. برو بابا تو آدمی بیایم محله تو. بریم دیگه. تو نیا. نمیخوام. بریم بیایم. خیلی خوبه. هم باحاله. هم پلیس نمیاد. هم خیلی شلوغ میشه. بیاد. آخ بیا دیگه. نمیام. خب بیا دیگه. من نمیخوام بیام. بیا. نمیام. نمیام. آرژنگ. بریم محله فرنازینا. باشه باشه به خاطر تو. این نگاه کن تو رو خدا، دو ساعته یه سس نمیتونی بریزی. بچه ای مگه؟ بده ارژنگ دیگه، همه درها رو میتونه باشه. اینو باید اینو بیاری بالا یه تکون. قرار شد هفته بعدش همه بچه ها جمع شیم محله فرنازینا.
اون چهارشنبه سوری به یاد موندنی ترین چهارشنبه سوری همه عمرم شد. اینجوری باز چهارشنبه سوری میپرن از روی علو، همه خانم ز کنار، خالق زی خانم ز جلو، واسه قاشق زنی امشب میرن توی کوچه، برای بچه هاشون میگیرن نقل و کلوچه، همه از دم میارن برد و همیشه بدهن. زردی روی من که تو سرخی تو بابت من، زردی روی من که تو سرخی تو بابت من. فردا تعطیله، بعدش هم که جمعه است. این سه شب رو اینجا مهمون مایی. شنبه صبح میفرستم دادگاه. دادگاه؟ سرکار من چه گناهی کردم؟ به چه جرمی آخه؟ پوشش نامناسب برخلاف عرف جامعه. درستش. شلوار لوله تفنگی، لعب و لعب و نمایش آن در انظار عمومی. سرکار من کفیلی بابام هم، تک فرزندم، خرج خونه میدم. اینا رو برو تو دادگاه بگو. آقا با زبان خوش دارم باهاتون صحبت میکنم، خواهش میکنم اذیت نکنین. اگه بخوام با خشونت صحبت کنیم که بفهم اصل اسم زنم زرت. بذار سر جاش. سرکار ایشون سه شب باز داشتن. باش واقعا ته نامردی.
چی گفتی؟ یه چی آقا ببخش با پرونده ای که من برات درست کردم حداقل 5 سال زندانی. من کار خودمو کردم. ببرش انفرادی. اون شب ترسناکترین شب زندگیم بود. همه شب نشسته بودم و از خدا گله می کردم. فقط اون می دونست که من هیچ گناهی ندارم. نماز نمی خونی؟ نماز چرا نمی خونم؟ می خونم. پاش برو وضو بگیر. خسته نباشید. شما نماز خوندی؟ بله. قبول بشید. الله یا الله یا الله. آقا خونده. دلم هم. تو واقعا این همه خلاف کردی؟ نه آقا به خدا محسن. به میاد این کارا رو بکنم. نه اشتباه گرفتم. رویا چطوره؟ آه چی؟ پرسیدم رویا چطوره؟ به تو چگه چطوره؟ تو رویا کجا میشنسی؟ با تو همه؟ تو هم منو نشناختی؟ نه آخه جناب علی؟ با ما توی محل بودیم ها، تو یه کوچه بودیم آقای ارژنگ سنوبر. من و تو؟ با منم سهیل، سهیل تبریزیان. آخ آره آره چشات همونه. آره اول نشناختم. خب بزرگ شدی خیلی عوض شدی، حق بده دیگه، آدم نمیشناسه. آخ آخ یادش بخیر. چه خبر؟ رویا رو میبینی؟ من با هم بودیم، منو گرفتم، اون فرار کرد. فکر کنم نصف مشقای اونو من نوشتم و تنبلی بود. همه مینوشتن دیگه، یادش بخیر. ببین سهیل جان، ببین میتونی یه کاری برای من بکنی؟ این افسره رو باهاش صحبت کن، چون من واقعا این کارا رو نکردم. یه کاری کنه من برم، بی خیال ماشه. ببین من که سربازم، کسی به حرف ما گوش نمیده. بعدم اون شنبه ساعت 11 میاد تو رو هفته صبح قرار بفرستن دادگاه. ای بابا شیم دی بی منو. خواهی بری؟ معلوم خواه واقعا برم، میرم ها. تو اگر واقعا این کار رو کرده بودی نمیذاشتم بری. بیا وسایلتو بگیر. دست دردم. بایستو چی؟ برگی ترخیص. آها دست درد نکن. خب اینا برای تو مشکلی پیش نمیاد؟ گیر نمیدن به؟ ممکنه پیش بیاد، ولی منم شنبه اینجا نیستم. کجایی؟ دارم میرم منطقه. واقعا؟ داوطلب. این آخرین باری بود که سهیل رو می دیدم. دیگه تکرار نکنم آ، جون تو و جون آج آقا. ارجان جان من خیلی متحیرم. شما اونقدر که حواستون پیش حاج آقاست، پیش رویا خانم نیست عزیزم. به به حاج آقا خودش تشریف آورد. ارجان من بعدم به زنگ میزنم. خداحافظ. حاج آقا خیلی خیلی خوش اومده. قدم رنجه فرمودی. بذار دستو بریم سر. آقا پناه چرا زحمت کشیدی تلیکوپتر فرستادی؟ من با خودروی خودم میومدم. حاج آقا به من چه؟ ارجن خواسته. آقا پناه
این دوستان با شما. بله اینا با من اومدن حاج آقا. آقا پنده من چقدر باید خدمت شما و آقا ارجنگ عرض کنم؟ من اصلا تو این مملکت کاری نیستم که کسی با من کاری داشته باشه. این کارا برای چیه؟ حاج آقا به خاطر حفظ جان شما. جان شما به ما خیلی ارزش داره. بفهم خواهش من زباش. بفهم. بفهم زباش. پسا در ولش کنم اگه بخوای به نگاه و حرف مردم توجه کنی که اصلا نمیتونی زندگی کنی. عروسی دیگه لباس عروسی. اینجا اینجوری ارجنگ جان، همه به کار هم کار دارن. اون بر تو ایرونی، همسایت چینی و یکی آفریقایی، اصلا کسی کسی رو نمیشناسه که بخوام تو زندگی هم فضولی کنم. خب این که چیز خوبی نیست که کسی آشه نظری بره اون یکی نمیبره، اون براش کاسه رو بر نمیگردونه. عیدی بشه با هم برن بیرون، گشتی، گذاری، چه فایده هم کنار هم ببینن هم دیگه رو تموم شده. آره دیگه، عیسی بدین و خود موسا بدین. چه فایده؟ ببخشید، چیزی که همکس نداری مادر؟ نه خیلی. خودش شبیه پدر پسرش رو به من میگه مولا. چه بعضی بیشورن ارجن. ببخشید، از همین چیزاش خوشم میاد اینجا رو دیگه. با حالم. آره واقعا رویا پنجا رو رد کردیم. هرجان جان سن یه عدده، من کاری به تقویم و اینو ندارم. من نمیدونم عدده هر چی هست. ببین تو به هر حال تجربه زندگی مشترک دو سه تا داشتی دیگه، حالا جدا از شوخی، ولی من این آخرینه دیگه. ما خونه پرش چقدر میخوای عمر کنیم؟ 90 سال. از این 90 سال 50 سالش تموم شده رفته، میمونه 40 سال دیگه. اون 40 سال هم که 20 سالش خوابیم شبه، میمونه 20 سال. رویا جان ما فقط 20 سال میتونیم کنار هم باشیم. 20 به خدا تو این 20 سال حاضر نیستم یه روزش بدون تو باشم. یه روز تو هم همینجوری فکر میکنی دیاره؟ تو واقعا داری فکر میکنی؟ بعد از اون میخوایم عقد کنیم؟ نه ارجنگ جان، منم مثل تو فکر میکنم. او دیگه من علکامو آویزون کردم. تو خدا خیرت بده، باز علکاتو آویزون کردی. آخه این چقدر شبیه رنوی ما. دست شما دردن همه چیز هست، فقط آقا پنده این بندگان خدا رو بفرستید برن. اینطوری هم مهمان های شما معذب هستن هم بنده. حاج آقا 10 بار به ارجنگ گفتم این چیزا نیاز نیست. به من میدونی چی میگی؟ میگی تو عددی نیست چه آیگاه باقی حاج آقا رو بدونه. تو این سن نسبت به من توهین هم میکنه حاج آقا. آقا پناه مثل که دل پری از این رفیق قدیمیتون دارید. خوش به حال ارجنگ، هم جوانه هم عاشق. یاد همسر مرحومم افتادم. خدا رحمتشون. خدا رفتگان شما رو هم برای خودتون نگه داره. حاج آقا قبل از این مرحوم من عاشق یه دختر دیگه بودم. دیدم این همسر خوبی نمیتونه به من باشه، یعنی هم سایز منم نبود. تا اینکه این همسرمو دیدم عاشق شدم، عاشق زندگی. من به ایشون گفتم خانم با لباس سفید اومدی، باید با کفنم از خونه من باید بری بیرون. اینه گفتم افتاد مرد. تا چند وقت پیش خواستم یه تزدید فراش کنم، یه همسر زدت برای خودم ابتیا کنم.
اختیار آقا پدر. بله اختیار کنم، شما راست میگی حاج. بله فردای روز ازدواجمون حرف اولش به همسر اولم گفته بودم، به ایشونم گفتم که بله شما با لباس سفید اومده با کفن باید از خونه من بری بیرون. خندید گفت باشه. گفتم خنده برای چیه؟ میدونی چه جواب داد حاج آقا؟ به من گفت تو اسکله. ببین چی پیدا کردم. چیه؟ ای نه چیه؟ کاست هایی که اون سالا برام زدی. وای سلکشن رویا یک. وای وای سلکشن رویا دو. اوه وای نه کجا؟ این بدترین اتفاقیه که میتونه قبل از عروسیم بیفته. از آهنگ سوم این کاست به بعد صدای من و وصیت منه که 30 سال پیش برای رویا ضبط کردم اما هیچ وقت بهش ندادم. حالا اینا رو برگشتیم تهران میشینیم گوش میکنیم اصلا. اوه تا تهران بده. نه کدوم رو بزنم؟ من واقعا برام هیچ فرق نمیکنه. یک نه دیگه، یک رو خیلی گوش دادیم، دو رو میزنم. بابا یک رو بذار، ما با اون خاطر دارم. چرا میپرسی پس؟ میخوای دو رو بذاری؟ آجان الان باید گوش بدیم. تو بده دو رو بده. یک رو بذار. به خودم انقدر باش خاطره دارم. اصلا الان جاده سکوتش بپره. آجان بده دو رو. آجان نکن. آجان چرا این کار رو میکنی؟ خب بده بابا دو رو بده. این اصلا من میزنم کار کنه. چی آدم شد بگیرم. تا اینجا که به خیر گذشت. امیدوارم از خیر بقیه کاست بگیرم. ماشین عروس؟ اینجا چی میخواد؟ ارجان میسوزه. چرا؟ من نمیتونم باشه ازدواج کنم. آخه بمیرم برات. گیه نکن. حالا گیه نکن دیگه. بدون من میمیره. نمیمیره. توجه فرمایید محل جمع‌آوری کمک‌های به من اکوغت شد زلبات با ممنون ممنون بس شما دردن. میبینم که آدم شدی. بدم آتون خوبه. سهیل رفیق ایت بود نه؟ بله بله چه آتون مستقرم که برقابل بشوردن سلام علیکم. اینجا اومدی چیکار؟ کار تموشه بیا کنم. من کار دارم بابا، دارم کمک میکنم. خب منم کارت دست درد نکنم. من دستم بنده بده من. ماشاءالله همه دارن کمک میکنن، تو هم باید کمک کنی، خجالت بکش. بدید من اینا رو. در مورد رویاست. اینو بگیر از من کار دارم. چرا زودتر نمیگی؟ اینجا ببینم چی شده. بدم یه خبر بدی دارم. خوشامد. ولی مجبورم خودم بهت بگم. ای قلبم اومد تو دهنم. چی شده؟ رویا چیزی شده؟ تو میدونی که رویا داره میره آمریکا برای همیشه. بابا ترسوندی من. آره میدونم. من گفتم چی شده؟ میدونم بابا گرین کارتاشون رو گرفتن دارن میرن اون خراب شده. خب میدونی با کی داره میره؟ آره دیگه خودش و خانواده‌اش و عموش. عموش کیه احمق؟ داره باش شهاب میره. شهاب؟ آره همشون میرن من و تو میمونیم. اشتباه میکنه. این به شهاب کاری نداره. شهاب هم به این کاری نداره.
این اصلا به هیچ کسی نگاه نمیکنه غیر من، دیدی که من دلم برات میسوزه که این چیزا رو بهت میگم. از همین شبای موشک بارون شروع شد، خونشون که یه جاست، توی شهرکم که هستن، آژیرم که میکشن میرن یه جا، تو هم که نیستی. یعنی تا حالا نفهمیدی چند ماهه با همن یا بو؟ آقا جون یه کاری کن، آژیر قرمز که زدن پاشو برو در میخونه رویا ببین چه خبره. من خونمون تخت‌آبوسه. خل هر چه که هست. از تخت‌آبوس چجوری بزنم بیام ونک توی دو دقیقه آژیر زدن؟ خل به من چه؟ برناز، وقتی قرار شد رویا از ایران بره مطمئن بودم که دیگه هیچ وقت بهش نمیرسم، ولی فکر این که با شهاب رو هم ریخته باشه دیوونم کرده بود. تکبیر الله اکبر الله اکبر الله اکبر هر در آمریکا هر در خیلی از شبا میرفتم دم خونه رویا اینا میخوابیدم تا شاید صدای آژیری بلند شه و ببینم واقعا تو اون پناهگاه چه خبره. توجه توجه، علامتی که همکنون میشنوید اعلام شانسی هم یه اطراف بودم تنها این که ها شهاب نیمده. چرا اومده؟ کجا؟ خود چی؟ بریم اینجا چیکار؟ بریم بفهم بفهمت بشین بشین کجا؟ نا برو برو چه جای من بفهمت این آرامشتون رو حفظ کن. اصلا این دوست نداشتم من با این اخت و قیافه ببین این ساعت. چرا؟ این صبح دیگه من داره من ترسیم اینجا همین یه پناهگاه رو داره فقط چی؟ گله این مختبه ازم میترسه؟ بله میترسی؟ از چی؟ ترس نداره که یه زبط زدتا شده بود همه جا دنبال رویا اینا را بیفتم ببینم کجا میرن چی کار میکنن. اون شب شب تولدم بود، تا صبح تو خیابون قدم زدم و اشک ریختم. تصمیم گرفتم یه روز با هر دوشون صحبت کنم و بگم که از همه چیز خبر دارم. میخوام یه اعتراف بکنم. چی؟ مشقای تو رو تو بچگی فقط من نمینوشتم، خیلی هم مینوشتن، یکیش همین سهیل بود. نباش جده؟ نهره این با تو دارن صحبت میکنم. آخه خدا رحمتش کنه، من که نمیشناختمش. اونم تو رو نمیشناخت رویا. میتونم قسم بخورم نمیتونم، من باید برم خونه. قشنگ نرو، باید تنها باشه. خیلی به هم ریختم، چیکار کنیم؟ تمومش میکردم. چی؟ نمیتونم، تو هم یک کمکی میکردی. دوستش نداری بذارش کنم؟ آره برم زد دیگه. نمیرم برای شلایی. رویا دم سفر به این چیزا فکر نکن، این تصمیم خودش بود که بره. من فکر میکنی کجاست؟ از نظر من همین شد، همین اطراف.
شاید هم از یه جای درمان نگاه کنم. رویا بیا دیگه از این حرفا نزن. جفتمون مسافر. آره. تو گوره پدر پدرت کرده. من رو به بابا فوش میده. چی شده؟ بابا فوش. هر کی قبول داره بیدن خوام پدر خوبی بوده بلند سلامت بفرسته. شبا بیتابی میکردم و خوابم نمیبرد. تنها جایی که میتونستم چشمم رو هم بذارم تو اتاقه که رنو بود، جایی که با رویا خاطره داشتم. درست یک ماه بعد از رفتن رویا، شهابم غیبش زد و بی خدافظی از ایران رفت. آرزن این آهنگ ولی با این آهنگی چه باید میخندی؟ خیلی. این آهنگ اصلی شب عقدم بود تو لس آنجلس. باسم نه نه من این رزه دارم اولیه. بگو چی شد؟ چی؟ خود خواننده اومد جلوی ما خوند. حالا برگردیم تهران میشیم همه این فیلم ها رو با هم بگردیم و همه این فیلم ها رو جمع بکنم. من خیلی دوست دارم. ابا خاک به سر من عرشم. اینو چی من دارم به تو زکم؟ ببخش اما این نیست. حالا برسیم تهران همه اینا رو پاک میکنم. درسته انسان به خاطر زد است اما به خاطر تو پاک میکنم. خود مهم نیست بابا پاک هم نمیدونم. میخوای بزن ببین؟ نه نه همون بهترش دوست نداری دیگه بزن اینو ببین. نه نه بابا ول کن دیگه. حالا امیررضا مگه آدم نیست؟ گوش میکنم دیگه. چرا اینجوری میکنی آجا؟ ببخشید تو خدا اصابم خوردی. من هم هم موقع میشینم هم موقع که نمیشینم پای سفره هم حالم خوب نیست. تو حالا تعبو نداری؟ من دارم. این آهنگ که تموم بشه صدای من و وصیت منه که شروع میشه. استاد شهریار شاعر معرف حضورتون که از هجا شهریار عاشق یه دختر بود. بابای دختره راضی نمیشه دخترشه به شهریار بره. دختره میره آمریکا، شوهر میکنه، بچه دار میشه. امان از دل چه بشکنه حاجی. انسانی که دلش بشکنه یا قاتل میشه یا مظنون یا شاعر میشه یا حیوان. این بحث رو بذاریم برای مجلس دیگه.
امروز عروسی این زوج عاشقه. شما هم بفرمایید به کاراتون برسید. من اینطوری معذبم. پس من برم با اجازتون یه سری به بچه‌ها بزنم برمیگردم. در ضمن روایت شما از زندگی استاد شهریار یک مقدار اشتباه. چطور حاج آقا؟ چه روایت من مشکل داشت؟ نزاح کردم آقا پرویز. بفرمایید. شما میدونستی چه؟ وقتی که شهریار پیر میشه، مریض میشه، دختره از آمریکا میاد ایران، میره به عیادت شهریار. اینجا بود که شاعر میگه چه اومده جانم به قربانت، ولی حالا چرا؟ این از کجا میاد این شعر؟ حاج آقا تمام شاعرای دنیا اول عاشق بود بعد شاعر شد، یا مثل سعدی و حافظ و مولانا عاشق انسان بود بعد شدن شاعر، یا مثل سهراب سپهری خدا بیاموز عاشق محیط زیست. آقا پناه میشه یه چی که آب به من بدیم؟ آب برای چی؟ تشنم. شهاب دوست ما، ای عزیزتر از جانم، تو را به خدا می سپارم، اما حق من این نبود. این چه حرفایی؟ ارجنگ جان، من اونقدرم که تو فکر میکنی بد نبودم. رویا میتونم قسم بخورم من امروز حالم خوب نیست؟ آجان نه من میرم خونه. خیلی به هم ریخته است. چی کار کنیم؟ تمومش میکردیم. نمیتونم، تو هم یک کمکی میکردی. خب دوستش نداری بذارش کنار. آره دلمو زد دیگه. نمیرم براش الهی. رویا دم سفر به این چیزا فکر نکن، این تصمیم خودش بود که بره. من فکر میکنی کجاست؟ از نظر من همینجا، همین اطراف. شاید هم از یه جایی داره من نگاه. رویا بیا دیگه از این حرفا نزنیم، هر دومون مسافریم. منظورتون بستنی بوده؟ آره واقعا عجرین جان، درسته من دوباره عروسی کردم، اما بیام با دوست صمیمی تو عروسی کنم؟ ای خاک پسرم. خب شب تولدم چی که تنها گذاشتین رفتین بیرون؟ رفتیم برای شما کیک تولد گرفتیم عجرین جان. اومدیم خونه. بله برای شما اومدیم سورپرایزت کنیم، تا نیمه شبم بودیم نیومدی کنف شدی. بابات میدونه؟ کیک مال شما بود، بابا گفت خودم گرفتم. بابا تازه داره یادم میاد، خدا نکشتت ارجن، تو چی کار کردی با این بدبخت؟ موسیقیم کرده ام میجویم او را. به هر سو می روم می گویم او را، چرا رفتی؟ چرا؟ عجب عجب، به خود رو خدا خودتو اذیت نکن. شاب جان مراقب باش. برای ارجن کبابه، از وقتی گفتم دارم از ایران میرم خیلی بهانه میگیره، گریه میکنه، کاری دردناک میکنه. شهابو چی میگی بدبخت؟ از فوت باباش به و همینطور بلا سرش اومده. آره. اون از اون روز خر که انقدر بد سوخت مجبور شدیم ببریمش سوانه سوختگی،
اون از اون اتفاقات بعدش تو بیمارستا. چه اتفاقاتی؟ نه تو خبر نداری؟ نه. بابا اون شب یه ترجنگیر داده بود که میخواد ببرتش خونه براش سوپ درست کنه. آره یادمه. خیلی بد مزده است. عوضش مفیده برات. این اینی ریکا همه کثافت روده و معدتو میشوره میبره. ببین همه چی افتاد گردن تو ببخشیدم. نه بابا رفاقت داره همین موقع آسیه بگیر. باریکلا داشت میره. آره نمیدونم چطور شد مسموم شد. واسه من ارجنگ بودیمش بیمارستان لقمان و دوله. اونجا بدبخت ارجنگم گفت من میمونم پیش این که تنها نباشه. خب بیچاره تا صبح کف بالا می آورد. سه بار مرگو جلوی چشش دیده. مگه دکتر بالا سرش نبوده؟ الهی علف، الهی علف، خدایا ببخش. عجیبی اضافه شده. از سیتیک چیه؟ همون که تو آب لیموه. ایوا پس از پلای بیمارستان سر خوردم خبر نداری؟ نه. برق گرفتهش چی خبر داری؟ نه بابا. گلدون از اون بالا رو سرش ورشد خبر نداری؟ ایوا پس تو چی خبر داری؟ ارجنگ جان چرا شمال میمونی؟ حداقل یه هفته رو. بعدش چی؟ بعدش هم خیلی خوش گذشت. شما نشد برم دیدم تهران، نشد بیم شیراز و هرچی تو میخوا. پس کار چی؟ کار چیه بابا؟ من دیگه اون کار کردم که برسم به تو. باز کار؟ پس بریم سراغ سلکشن رو. بله آقا یک شفا. Oh,
جانم میخوام یه چیزی بهت بگم. یا خدا، چیزی بدی نی؟ نه اصلا. چی؟ من راستی راستی عاشقتم. ببخشید که توی این سال تنهات گذاشتم. قول میدم دیگه تنهات نذارم ارشم. قربونت برم. بچه شدیم ها. میخوای یه جا نگه دارم؟ بابا اینه بده من. عکسی که تو جاده انداخته بودیم بود توش. خیلی 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 باشه. حالا ولش کن، نمیخواد. نه نه نگه. جایی نریه. ارجای مراقب باش. خیلی خون ازش رفته بود. ما تمام تلاشمونو کردیم. موندنش دست خداست. آرشنگ واقعا متاسفم. مگه نگفتی 40 سال منتظر بودی؟ پس چی شد؟ میدونم همین جایی داری صدامو میشنم. بلند شو. الهی قربونت چشم برم. غلط کردم این همه سلطنت گذاشتم. خدا غلط کردم. قربونه اون چشات برم. بازشون کن، بگو این همه شوخی. مگه نگفتی میخوای عروسی بگیری دم دریا؟ مگه دوستامون رو دعوت نکردی؟ ارجنگ جان، اگه دوستم داری باشه.
عجنجا اگه من دوست داری پاشو عجنجا به خاطر من پاشو عجن پاشو عجن پاشو عجن چقدر سری رفتی اون بالا؟ عجن الان من بیام بالا کی این تنابو باز کنه؟ ازت پرسیدم اگه من بیام بالا کی این تنابو باز کنه؟ چی شد یهو؟ عجب چی کار داری میکنی تو؟ Thank you.
شکر. از اینجا هفته دیگه پرونده کامل میشه، برش میداریم میبریمش تو آمریکا دکترای دیگه هم ببینم. آمریکا برای چی انقدر میگی آمریکا؟ صد بار گفتم آمریکا نمیام. همینجا مگه متخصص نداری؟ برای تفریح نمیری؟ داری میریم برای چی؟ من جایی که ترامپ باشه نمیام. ما کاری به سیاست نداریم ارژن. اون کاری که کرد نمیدونم تصاویرشو دیدین چقدر زننده بود. ما چی کار به سیاست ها داریم؟ داری میره اونجا زندگی کنی دیگه. میخوام یه باد بسره تو بخور ارژن رو کار بشی. آقا من نمیام، بادم نمیام. ببخشید خانم ساعت چنده؟ بله. ساعت